زنگی بیگانه. در این زمانه قریب نفر نیست که تلفن موبیلی نداشته باشد. خرد و کلان، پیر و جوان دارند. واجبش این که حتی کودکان خردسال برابر بزرگان و گاهو بهتر از آنها هم سرفهم می روند. یک روز با تلفن موبیلی هم از رقم ناشناس زنگ آمد. تلفن را برداشتم که از آن طرف صدای شیرین و گوشنواز کودکانه با امید و محزونانه به گوشم رسید. دادا، من شما را یاد کردم. خیلی هم سخت یاد کردم دادا. دستر برگرده چی؟ دختر جان، تو اشتباه کردی. رقم تلفن را نادرست چیدی. گوشه تلفن را خاموش کردم و پیش نظرم پسر 4 ساله هم آمد. این دخترچه هم یکی از آن میلیون ها نفر مشتاق دیدار پدر است گفته از دل گذرانیدم. اما غیر چشم داشت، باز از همون رقم زنگ شد. الو دادا. الو. گفتم کن رقم های تلفن رو نادرست چیدی. دادا جان، من شما رو. روز دیگر هم از همون رقم، باز هم همون دختری کوچک و ساده محزونانه آهنگ التجا‌آمیز پدر می پرسید. الو دادا جان، من شما را یاد کردم. گاه رقم را دیدن زمان زنگ را خاموش می کردم. و گاه چندین مرتبه تلفنم را نمی برداشتم. اما بار رحمم آمد. دلم سوخت به حالش. به هر حال کودک از گفتم و مجبور شدم که کمی دل برداری کنم. الو دادا جان، من شما را یاد کردم. آیا میدانه که چقدر پزمان شدم؟ مادرم میگوید که این رقمی نوی شما است. من رقمتان را حتا نچیدم. مادرم گفت که پدرت برای پول کار کردن رفته است. دادا جان، من میدانم که شما برای خوراندن ما بسیار محنت میکردید. اگر به نزدم آمده نتوانید، حتی اقل با تلفن گپ زنید. از رخساره هایم چشم و گوش هایم بوسید. مهرم جوش زده رفت. به اختیار از چشم و روی دخترچه غایبانه بوسیدم و ارکداریش کردم. دختر جان داداش، اصلک داداش. رحمت دادا جان. شد؟ رحمت، بسیار هم خورسند شدم. مایلش خیر. خیر، من کار دادم. کنده کنده عباره های ساده شیرین کودکانه آمد و علاقه کنده شد. یکان ساعت گذشت یا نگذشت که از همان رقم باز هم زنگ زدند. این دفعه صدای شیرینه که دختری کوچک نبود. الو. الو. سلام. عذر زیاد برادر، چند مدت از شما را ناراحت کردیم. دخترکم شما را تشویش دو. بیچاره دخترکم بیمار بود. چند وقت است که از بیماری سرطانی خون عذاب میکشیم. داداش در صدمه نقلیاتی وفات کرد و
دخترکم نگفتم. او به این تا باورده نمیتوانیست. دخترکم سخت پدرش رو دوست میداشت. هنگامی رنج کشیش نداشت دل برداریش میکرد و شیرین شیرین نوازیشش میکرد. بعدی مرگی داداش دخترکم در اصاب برنج و زوره های دخترم تا باورده نتوانیستم. در تلفن توکل رقم چیندم و گفتم رقم های نوی پدرم. هیچ فکر نکردم دروغی من باعث نروحتی کسی شود. عذر عذری زیاد. خودی حاضر، حال دخترتون چی خیلی؟ الو. او هم رفت، مرا تنها گذاشت و نزدی پدرش رفت. از آن طرف با دل پور زار زار گریستنی زن معلوم بود. همین چند جمله را بزور با دشواری تلفظ کردنش هم عیان بود. دلی من هم شکسته و ابگار شده بود که حرف برای گفتن و تسکینش نداشتم.